گلاد خرس قهوه‌ای پس از تعقیب و گریز و از پا افتادن توسط اهالی با استفاده از تراکتور و لودر بلافاصله ما در محل حضور یافته و نسبت به بیهوشی جزئی و انتقال به کلینیک اقدام نمود. متاسفانه به دلیل شدت جراحت اواخر شب حیوان تلف شد. واقعا عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در این موارد عالیه. اینا کارشون مثل ترمز پراید میمونه، میگیره ولی خب تا بیاد بگیره ماشین رفته زیر تریلی، سرنشیناش هم همه از پنجره پرت شدن بیرون، که خب منطقی هم هست. اون هنرپیشه محترمی که بونه میشه میاد میره تو میانکاله، اصلا یه پرونده دیده از این کی بهش گفته بیا برو این کار انجام بده؟ بر اساس چه منطقی ایشون میاد این کارو میکنه؟ راست میگه. خب مگه کسایی که تخصصشون منبر رفتن و روزه خوندنه میان تو فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست و پزشکی دخالت کنن؟ کی یه هنرمند در مورد پتروشیمی نظر میده؟ خب شما تخصصته، داری اونجا کار میکنی، بحثای محیط زیستی تخصصی است. واسه همین هم است که رئیس سابق سازمان صدا و سیما رو میذارن مدیر عامل پتروشیمی. طرف وقتی اونجور تخصصی تر زده تو تلویزیون، قطعا همونطور تخصصی هم میتونه تر بزنه به محیط زیست. شما یه نگاه به زاینده رود و کارون و دریاچه ارومیه بکنید، یه نگاه به مهار حیوانات وحشی بکنید، اینا تخصص میخواد.